و ایشون میفرماد که سنت پیامبر یعنی احادیث، احادیث هم که تعدادش زیاده، چطوری قبول کنیم؟ چون قرآن گفته از رفتار پیامبر پیروی کنید، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو، ما سنت پیامبر پیروی کنید. سنت پیامبر یعنی چی؟ یعنی آموزش های پیامبر. مثلا قرآن گفته نماز بخونید، چطوری ما نماز بخونیم؟ قرآن مجمل گفته، قانون اساسیه. این قانون اساسی رو که شهر داده پیامبر، خب ایشون اینو قبول داره، میگه ولی احادیث زیاده، ما چطوری بشناسیم؟ اینم درسته، احادیث خیلی زیاده، احادیث درست زیاده، احادیث دروغین زیاده، اینا چطوری با هم دیگه تمیز بدیم، چطوری فرق قائل بشیم؟ امت اسلامی علمی رو اختراع کرده در تاریخ بشر که هیچ کسی نداشته، اون علم جرح و تعدیله، علم حدیثه، حدیث شناسی در واقع. که گوش خدمتون جناب، این سوال مهمه، اگه دوست داشتین بعدا زنگ بزنید یا اینکه گوش خدمتون باشه. بعد عرض به خدمت شما، اولا علمای حدیث، علمای سنت، بخاری، مسلم و علمای اهل سنت شه سواران این میدانن و بقیه مذاهب جیرخور اونها هستن در این مورد، همه برای که اونها هست که یعنی سواد اعظم مسلمین هست که این دین حفظ کردن، بقیه فرق که مشغول جنگ‌های سیاسی هستند و بودن و ورزه یک وجه خاک فتح نکردن، هیچی کار مهمی نکردن جز دو تبلیغات و دروغین، این سنت رو حفظ کردن، همچنان که قرآن حفظ کردن، همچنان که قرآن رو به دنیا رسوندن. الان شما هر حدیث رو نگاه بکنید، هر حدیث رو که نگاه بکنید، برای حدیث شناسان خیلی آسونه، سندش رو نگاه میکنید، حتی در کامپیوتر هم ارزون شده، آسون شده، فوری نگاه میکنید که آیا این سندش درسته یا نه. اینم کافی نیست، سندش هم درست باشه کافی نیست، متنش درسته یا نه، متنش هم درست شد اینم کافی نیست، ببینید چه دقت عملو، آیا با قرآن میخوره یا نه، آیا با واقعه تاریخی میخوره یا نه، آیا با عقل میخوره یا نه، وا وا وا، ضعف باطن و ضعف سنت، اینا مسائل فنیه. پس وحی دو تا چیزه، یکی قرآن، یکی چیزی که بر پیامبر نازل شده، بر شرح قرآن که سنت پیامبر یا آموزش های پیامبره و شناختنش هم آسونه. یکی از شرطاش اینه که با قرآن مخالف نباشه، با عقل مخالف نباشه و سندش هم درست باشه، و این موضوع مفصلیه.